سلام به همه دوستان، امیدوارم هر کجا که هستین حال دلتون خوب باشه. یه چری 5 آوردم برای کارشناسی. ببینید رنگ چقدر قشنگه. ما ایرانی ها عادت کردیم هممون دنبال رنگ سیاه و سفید می‌گردیم. یکی از رنگ‌های قشنگ که آدم می‌بینه لذت می‌بره ماشینای این شکلی هستند. آبی کاربونی این رنگیه. واقعا رنگ قشنگه. من توصیه می‌کنم بهتون بیاین از این فرهنگ بیرون که فقط دنبال سفید و مشکی تو خیابون راه می‌رید همه ماشینا سفید مشکی هستند. ببین رنگش خیلی قشنگه. من لذت می‌برم واقعا از ماشینای رنگی. خدمت شما عرض کنم این چری الان می‌خوام براتون بچه‌ها تحلیل و نقد و بررسی بکنیم. کیفیتش براتون بگیم، از نوع سواریش براتون بگیم، از رانندگی لول بندی تو رانندگی براتون بگیم، نسبت به قیمتش البته تو بازار براتون تحلیل و نقد و بررسی بکنیم، از آپشناش براتون بگیم و خدمت شما عرض کنم که آیا بگیم که و اینو به شما بگیم که این ماشین با این قیمت ارزنده هست یا نه. با ما همراه باشین تو این ویدیو، مطمئنم تو خرید فروشاتون تاثیر خیلی بسزایی خواهد داشت. خب ببینید رو دریشو یه دیگه، اینجا شرمه، اینجاش پلاستیکیه، داشبورد هم کاملا پلاستیکیه. صندلیشو اجازه بدید من بشینم روش ببینم نرم هست، راحت هست، از اسفنج خوبی برخورداره، یعنی نرمه به نظر من، نشیمنگاه نرم و راحتی داره. حالا الان یه دورم باهاش میزنیم. خیلی گرم کن صندلی داره دوستان. عرضم به حضور شما که مانیتورش هم مانیتور خوب بزرگه که LS استارتر کورس کنترل چیزی که من دارم میبینم. خدمت شما از کنم سانروف و عرضم به حضور شما که بریم یه جایی به باکس عقبش بندازیم، بریم عقبش صندوق باش کچه شکلی بزرگ هست کچه که چیزی میشه جا بشه توش یا نه. صندوقش هم کوچیکه به نظر من، البته من یه دارم با پرادا مقایسه میکنم. لاپاسش هم که لاپاس فرغونیه. خدمت شما عرض بکنم که بریم یه دور باش بزنیم. سواری چیزیه که از همه مهمتره، سواریه. با ما همراه باشین تو این ویدیو. بیایی براتون از عقبش هم بگیریم، دیزاین عقبش نگاه بکنیم. آینه‌های برقی داره ماشین. این آپشنش که این ورود دارم میبینم و نورش هم، نور چراغش هم تنظیم میشه. خدمت شما عرض کنم که LS استارتر هم که خدمت من عرض کردم داره. رینگاش هم رینگ کرومه. یه دورم باش میزنیم. چهار چرخش هم دیسکه دوستان. از این بعد سعی میکنیم از لحاظ فنی یه خود ریستر به شما بدیم، دیتیلش رو ریستر بکنیم که از همه بود به شما راهنمایی کرده باشیم. دیدان جلوش هم ببینیم. این هم دیزاین جلوشه دوستان. همه ماشین های چینی درهای موتورشون این قفلا همه شون یه جورایی غیر استاندارد هم بد واضح بسته میتونن یه خورده. خب بریم از رانندگی که مهمترین بخش این ویدیو ماست براتون بگم. ماشین های چینی که میان اینجا ما میخوایم دنده عقب بریم، الان نگاه کنید یه خود زور میزنه میاد بالا. نگاه بکنید این نشون دهنده قدرت این با زور میاد بالا. این نشون میده یه قدرت مدلش خود پایینه تو اون شتاب اولیه. حالا ما بیایی همراه باشید. دوستان یه تجربه خیلی خوب در مورد فنی همه ماشینا میخوام در اختیارتون بذارم که خیلی کار آمده، خیلی کار آمده. اونم تشخیص سلامت جعبه فرمونه. شما به محضی که من الان وای میستم، به محضی که میشین پشت فرمون نگاه بکنین، فرمون یه بازی بهش بدین متوجه میشین که این جعبه فرمون خلاصی داره یا نه، تعقیب میزنه یا نه. این خیلی مهمه که تو اکثر ماشینا من دارم میبینم تو این چند روز اخیر که ماشینا خیلی اومدن برای کارشناسی، اکثرا جعبه فرمونشون ایراد داشتن. خیلی راحتی اصلا قابل لمسه. یعنی اگه به محض اینکه شما فرمون این ور اون ور میکنید، حتی در جا یا حتی خاموش، این یه تقی اصلا احساس میشه، یه صدای ریزی میده. این نشون میده که جعبه فرمونش، حالا صدا هر چی کمتر باشه جعبه فرمونش ایرادش کمتر، هر چی بیشتر باشه یعنی ایرادش واقعا زیاده و باید سریعتر یا درست بشه یا عوض بشه. خب بریم یه گاز بهش بدیم ببینیم چه شکلیه راه رفتنش. صندلیاش که بهتون گفتم صندلیاش به نظر من بد نیست، راحتیش
یه ذره من گاز بدم از بغل این سی ال اس سبقت بگیریم. دوستان بنده به شخصه از گیروکس سی وی تی خوشم نمیاد، چون به نظر من حس قشنگ رانندگی رو از آدم میگیره و فقط ماشین گاز میخوره، انگار داره هرز گاز میخوره، انگار خلاصه داره گاز میگیره، نه اون شتابی رو داره که واقعا دوست داره شما داشته باشه نسبت به اون حجم گازی که داره میخوره. شما انتظار شتاب داری دیگه، ولی میبینی که این مثلا شتابش به اون صورت بالا نمیره. و کلا نمیگم بعدها نه، خب برای تکنولوژیه، ولی من خودم به شخصه زیاد لذت نمیبرم با گیربکس سی وی تی. جای فرمونش خوبه، یه صدای خیلی ریزی میده که طبیعیه تو این کارگد 50,000 تا، حالا تا 110 تا جا داره این جای فرمون که کار بکنه. میبینید صدای موتور رو میشنوید چه حجم زیادی داره گاز میخوره، ولی شتاب به اون شکلی که باید بخوره نیست. کمکاش یه خود خشکه به نظر من، یعنی اون انتقال ضربه و دست انداز رو کاملا شما احساس میکنید. انتظار نمیشه داشتی که دوستان، من همه میدونم با ماشین چینی مخالفم، ولی دیگه انتخاب بینه بعد بدتره دیگه، چاره ای نداری دوستان. با این پول دیگه بهتر از این به ما، بیشتر از این یا بهتر از این به ما نمیدن. کسایی که دوست داشته باشن حالا شاسی بلند سوار بشن، به عبارت اینکه شما شاسی بلند حساب نمیشه، ولی بخوان شاسی بلند سوار شن میتونن از این ماشین بخرن. دوستان از ماشین گیربکس سی وی تی گفتم بهتون، هفت دنده است، خدمت شما عرض کنم، چهار سیلندر، حجم موتورش 2، ارزم کمپانی زده 12.8 که من خب بعید میدونم صرف صدش 12.8 باشه. ارزم به حضور شما که زده 109 استفاده میکنه و 139 140 اسب بخورم قوتتش زده، ولی اون چیزی که مسلمه لذت رانندگی با ماشین باید خیلی لمس بشه، ملموس بشه، واقعا احساس بشه. حقیقت موضوع اینه که کمکای خشکی داره و کاملا ضربه، دست انداز، سرعتگیر کاملا احساس میشه تو ماشین و این واقعا تنها که نمیشه گفت، بزرگترین نقطه ضعف ماشین های چینی همینیه که شما پشت فرمون میشینی احساس خشکی کمک ها تو همه ماشین چینی ها هست. من گفتم بهتون تو کمتر ماشینی من دیدم که اون احساس کمتر احساس بشه، احساس ضعف سیستم تعلیق تو کمتر ماشین چینی بوده که کمتر احساس بشه. تو جک اس 5 تو اون بورگارده یه خورده اینا دنگه احساس نشن احساس میشن، ولی کمتر. این ماشین مدلش 96 بدون رنگ به قیمت 540 میلیون تومان با حدود کارگرد 50,000 تا فروخته شده. آیا واقعا به نظر شما اگر شما بودین اینقدر پول این ماشین میدادین یا نه؟ من میخوام اینو بگم، انتخاب دیگه ای نیست واقعا، اگر ماشین مدل بالا بخواین باید پولشو بدین دیگه، ماشین انقدر گرون شده که اصلا دیگه، یعنی واقعا انقدر پول بی ارزش شده که دیگه اصلا چاره جز این انتخابا نیست. محمد محمودی، شهرک قبل جنب بنبنزین دادمان، صداقت در اولویت. دوستان همه تونو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم ویدیو براتون مثمر ثمر واقع شده باشه و تو انتخاباتون حتما 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 تأثیرگذار بوده باشه. در خدمت شما هستم.